ریاست اگنتی نظارت در ساحه معارف و علم نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوغ بهر پیشگیری جنایت صادرکنی خوانندگان و دست به کارهای نامطلوب زدنی طالب علمانی ولایت هنگام گذراندن اتستاسیه ها دقت مخصوص ظاهر می نمایند. زیرا کارمندان خدمات برای کم نمودن آمار دست به کارهای نامطلوب زدنی طالب علمان کوشش می نمایند. مسئله دو روز است، چون تمام ساختارهای دولتی کوشش میکنند که این چیز به تنظیم در آمده باشد و تا اندازه سالهای آخر کارهای رفته ایستادند که در این سمت شدت اندکی پس شده رفته ایستاده است و این خوب است. تحلیل‌های ما نشان میدهند که نسبت سال قبلی یعنی 2020 از حساب خوانندگان مکاتب تحصیلات میانه ولایت سال 2021 دست به جنایت کنی زدنی خوانندگان کم شده است. اگر ده ماهی سال 2021 را تحلیل نماییم، 82 نفر خوانندگان مکتب های تحصیلات میانه عمومی ولایت سوغ دست به جنایت صادر کنی زدند که این در مقایسه با همین دوره سال گذشته کم می باشد. متخصصان سبب کمشوی کردارهای نامطلوب خوانندگان را به کارهای فهماندهی ربط می دهند. مثلا در شهر خوجند کم جنایت خوانندگان به قید گرفته شده است. در سال 2020 اگر 15 عدد به قید گرفته شده باشد، در سال 2021 باشد این آگه به 12 عدد فرامده است که این خوب است. لیکن شهر نویای هستند در برابر این که زیاد به قید گرفته شده است و این شهر نویا داخل می شوند. شهر اسفره که سال قبلی 10 عدد بود، سال 2021 باشد 13 عدد شده است. همچنین ناحیه باباجان غفور که 4 عدد به قید گرفته شده بود سال قبلی، سال 21 باشد 9 عدد شده است که قریب یک برابر زیاد شده است. همچنین در ناحیه مسجا 5 عدد به قید گرفته شده بود و امسال باشد 8 عدد جنایت صادرکنی به قید گرفته شده است. همچنین در ناحیه اشت برابر، یعنی سال 2020 4 عدد بود و در 10 ماهی سال 21 نیست 4 عدد جنایت صادرکنی به قید گرفته است که این برابر. خیلی معلوم است که تمام مسئولین در این سمت کارهای نظررس را به سامان رسانیده استادن و یک جای شعبه های معارف شهر و ناحیه ها، ریاست های معارف ولایت، یک جای در این سمت کارهای خیلی خوب هم به سامان رسانیده استادن که نتیجه این بود که نسبت سال قبلی یک عدد کم شدنی جنایت صادر کنی، نتیجه این زحمت یک جای مسئولینی هم محلی و هم ولایتی را مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 27 یکی از مؤسسه های می باشد که دوامی 5 سال اخیر یگان نفر خوانندهش دست به کارهای نامطلوب نزده است. یعنی در این مؤسسه خوانندگان جنایتکار به قید گرفته نشده است. ماموریت این مؤسسه سبب اساسی آن را پر را به محفل های گوناگون که 11 عدد را تشکیل می دهد جلب نمودنی طالب علمان وابسته می کنند. ما بیشتر با خوانندگان، با والدین خوانندگان علاقه زیج داریم. خوانندگان مؤسسه ما بر محفل های دستان ماهر، هنرهای ملی، طبیعت دوستان جوان، معارفان جوان، مؤلف محفل های ادبی خطاطان مشغول می باشند. مؤسسه مذکور فعالیت خوانندگان را طوری راه اندازی نموده است که آنها وقت خالی ندارند. گروه پسرکان در صنف مهنت به کارهای سازندگی مشغول می شوند. سبد بافی و قفس سازی را می آموزند و برای اویله خود پیشنهاد می نمایند. با این وسیله صاحب هنر می گردند. دخترکان در این مؤسسه به جز از بند و بستی طعام های ملی از آرد آماده شوند، این چنین به محفل های زبان روسی و انگلیسی جلب می گردند. محض تشکیل محفل ها، آموزانیدن کسب های ملی، گذراندن چوربینی های معرفتی می باشد که دوامی 5 سال اخیر خوانندگان مکتب رقم 27 دست به دزدی و قلابی و جنایت و جنایتکاری نزدند. هرچند این مؤسسه در داخل محله جایگیر است، اما یکی از مؤسسه های نمونوی در شهر خوجند می باشد. گزارش مفنوشکور و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.